به باور مسلمانان مهمترین و سودمندترین حکمت حج اظهار عبودیت و بندگی به پیشگاه خداوند متعال است که این امر در تمام اعمال حج مشهود و مشخص است. هر سال از افغانستان افراد زیاده به زیارت عتبات عالیات و کربلای معلا می رود. در سال جاری 30,000 نفر از افغانستان به مراسم حج شرکت کردند. از سوی هم با فرارسیدن 40 یا 40 حسینی، عاشقان ابا عبدالله الحسین با شور و شوق عازم خاک کربلای معلا می شوند و زائر که توفیق دارد با پای پیاده به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف شود، از جریان روزمره زندگی مادی دور می شود تا از فیض روحانی زیارت بهترین توشه را برچیند. او می خواهد بیعت دوباره کند و به بهترین صورت وجود یاری و وفاداری خیش را نشان دهد. در همین حال، طبق گزارش سازمان ملل از مجموع کمک درخواستی برای افغانستان تا کنون تنها 5% از آن تأمین شده است. به گفته این سازمان 34 میلیون تن در افغانستان در فقر به سر می‌برد. نماینده برنامه توصیه سازمان ملل یا UNDP در افغانستان گفته است در صورتی که کمک‌های خارجی در سال روان کاهش یابد، افغانستان ممکن است لبه صخره به پرتگاه سقوط کند. در شرایط فعلی چقدر نیاز است که با فقرا و نیازمندان انفاق صورت بگیرد و این انفاق چگونه صورت بگیرد؟ راهکارهای اساسی برای کسب نتیجه مطلوب در راستای حفظ شعائر و فرهنگ اسلامی و کاهش فقر در جامعه ما چیست؟ سلام، خوش آمدید به برنامه تدبیر این هفته. بخش نخستی از برنامه که اختصاص یافته است به صدای شهروندان با همک جا میبینیم و در بخش بعدی برنامه با مهمانان ما در استودیو برمیگردیم. با ما باشید. این حسین کیست که عالم هم دیو؟ این حسین کیست؟ این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چی شمعه ایست که جانها همه پرواده کست؟ نمیشه که آدم در مورد امام حسین چیزی بگه، چون خودش یک عشق است. امام حسین خودش روی یک عشق حرکت کرد، تنها نه خودش بلکه اهل و عیالش، به خاطر ریاست نبود، به خاطر سیاست نبود، به خاطر برآوردن قوای نعوذ بالله شهوانی و غریزه حیوانی نبود، خاص به خاطر خدا بود، به خاطر اینکه همیشه میدید که یزید چی کار میکنه. یعنی میخواست یزید حکومت استبدادی خود بالای مردم تحمیل کنه. امام حسین علیه السلام در مقابل استبداد قیام کرد، نه تنها این قیام کرد که این تا روز قیامت این قیام از این استوار میمانه. ولی باز هم میگه کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود. اربعین خودش یک مثلا انگیزه است در مقابل جوانا، در مقابل از این محاسن سفیدا، وقتی که از این با شور و با غوغا در اونجا میره نتیجه گیری کند که امام حسین برای چی مثلا قیام کرد و چرا مثلا اسم اربعین گذاشت، چرا مثلا خانواده خود، اهل خانواده خود صغیر و کبیر کلن را مثلا به شهادت رسان، دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که اسلام سرپا استوار باشد، مسلمانان از این مسئله پیروی کند و اسایدین مثلا مذاهب دیگر راهنمایی کند که دین امی دینه، دین واحده، دین اسلام است. اسلام یعنی به معنای تسلیم شدن در مقصای در برابر حقایق. وقتی حقایق را فهمیدی همه چیز را درک می‌کنی. زمانی که در نقطه جهل بودی بفهم همه چیز را از دست دادی، حتی تو امام حسین نمی‌شناسی. امروز روزی است که از نام اربعین اوهیدا است که مردم امین روز را که تجلیل میکند، از اول محرم تا اربعین تجلیل میکند، هدف امام حسین باید پی ببرد، قیام امام حسین پی ببرد، عدالت امام حسین مثلا روش بحث کنه، صحبت کنه که به خاطر چی؟ آیا این مثلا به منافع شخصی خودی کار کرد؟ آیا به خاطر ریاست می کار کرد؟ نه، اینا به خاطری که اسلام زنده و جاوید بماند، کتاب سرمش برای دیگرها مثلا این شود. پیشتر دوستا صحبت کردن که مثلا راجی به رفتن به کربلا درسته، وقتی ما بفهمیم که مثلا در کنار خانه ما یک همسایه
مستحق یک لقمه نانه، نان نداره. ما مثلا بریم کربلا، اول این کربلا رو ختم کنیم، این از دهن مرگ نجات بدیم. خیر است این سال در کربلا نرفتیم، سال آینده را برای ما شما هست، آماده هست، هر وقت تصمیم بگیری بسم الله کربلا. ولی ما که در اینجا گشنه باشد، طفل از او مثلا در حالت مرگ باشد، ما به چی نحوه در کربلا بروم؟ امام حسین هم میگه تو اول از محروم، از اول کسی که مثلا اقتصادش نداره، زندگیش خرابه، تو با اونها هم کار باشم، این هیچ یک مسلمان. امروز که ما سعیم که دنیا به این مثلا نحوه که مثلا در کربلا حاضر میشن، یه یک دست از خود از اون نقطه میگرد، پس همه جلوه میده برای جوان، در مقابل جوان میگه. یک نفر از دوستا گفته بود که این سنش تقاضا نمیکرد در کربلا بره. اینمی کسی که در جوانی خود نگه میداره، این یک مثلا نشاط دیگه داره، میگه در پیری کو چیز جدی ساختن یه. آره اینمی چند چی کردیم که امام حسین قیام کرده برای مثلا عدالت، مثلا برای مساوات و برادری و برابری، تا ما از قضایی چی؟ کلن مثلا ثابت بمانیم، یک رای علم و دانش خود بیاموزیم که مثلا از این قضیه ها مثلا مستفید شیم. و سلام علیکم و رحمت الله. از نظر من خب بله، مکتب امام حسین یک مکتبی بود که الگو برای تمامی مسلمین جهان است، نه تنها برای مردم اهل تشیع. مکتب امام حسین مکتبی است که فارغین مکتب امام حسین باید اهداف امام حسین دنبال کنند. فارغین مکتب امام حسین کاری کنند که امام حسین را در همین جا، در همین کربلای فعلا که به نام افغانستان وجود داره، باید وظیفه خود را انجام بدن. در نظر من بهتر است. البته شرایط ها فرق می کند، نظر به شرایط. او حکومت ها و ایران، پاکستان، امثال از اونها کشورهایی که یک لقمنان خود دارن، همه ساله هم علاقه دارن که برن، میفهمم که خیلی عالیست و خیلی هم از لحاظ معنویش و هم از لحاظ اجتماعیش همه تأثیرات خود داره. آدم ها که اونجا میره به یک دنیای دیگه میره، چون که خود ما هم رفتیم 6 سال پیش، البته کربلا رفتیم، اما شرایط افغانستان طوری نبود که حالا هستک. حالا کربلا در خود افغانستان آمده، ما یتیمایی داریم که گرسنه میخوابن، یتیمایی داریم که پابرهنه هستن، یتیمایی داریم که لباس ندارن. مشکلات های اقتصادی دامنگیر همه مردم شده، نه تنها یک یتیم. البته بالاتر از یتیم یک مرد که 8 سر یا 10 سر حیال دنبالش است، ناناور فامیل یک نفر است. متاسفانه در این شرایط یک نفر نمیتونه که 5 سر حیال نان بده یا تامین غذا کنه برش. متاسفانه شرایط طوری آمده که کار برای هیچ کسی پیدا نمیشه، شغل از بین رفته. کربلا رفتن خوب است، بله ما طرفدار هستیم، ما مانع از این نمیشیم که خدای نخواسته که از کربلا نره. من یکی از عاشقان خاص امام حسین هستم که همه ساله اربعین که میشه، خدا شاهد است، عقده ها برای من پیدا میشه. ای کاش که فرصت ها میسر میشد که من باز هم یک بار کنار زره قبر امام حسین یا ابوالفضل آقا باز هم میرفتیم، خدا میرساندیم و درد دل های بسیار زیافه داریم. رفتن کربلا، ما چون که خودم تجربه داریم، وقتی که میری واقعا به دنیای دیگه میری، همه چیز از دلت میره، این مال دنیا، ارزش دنیا، همه چی از بین میره. مکتب است که درس نو برات میده، درسی که نخوندی برات میده، درسی که یاد نداشتی یاد میگیری. اما حال شرایط افغانستان فعلا تقاضای ما از برادرای مایی است که در قدم اول یک برادر ما قبلا فرمودن که بیاین کربلای خود را اول نجات بتیم. امام حسین مردانگی و شجاعت خود نشان دادن در کربلا یا در کشورهای عربی. بیاین که ما از مکتب امام حسین الگو بگیریم، شاگردان مکتب امام حسین یا فارغین مکتب امام حسین خود بشماریم، بیاین کارهای حسینی بکنیم، بیاین کربلای خود خورا فعلا از این وضعیت، از این بحران که فعلا تحریم تمام دنیا است افغانستان، ما فعلا در افغانستان خودش صحنه کربلا همه روزه دامنگیر ماستک. همه روزه ببینین که روز عاشوراست در افغانستان. از گوناگون حالا ما یادآور نمیشم، خیلی وقت گیر خود بود، بیا از کربلا و از مکتب امام حسین الگویی بگیریم. قبوله، او جای خود داره، او رای خود داره، این رای خود داره. مثل ما شما بگیم که خمس، آیا خمس میتونه رای زکات بگیره، جلوی زکات بگیره؟ نمیشه. پس خمس جایگاه خود داره، زکات جایگاه خود داره،
زیارت جایگاه خدا داره، نظر جایگاه خدا داره. حالا اگر ما شما حکم شریع اگر در نظر بگیریم، مثال میگیم ما اینی کار اگر انجام شوه ما اینی قرار نظر میکنم، آیا ای اگر ما شما ای پس بدل کنیم میشه؟ نمیشه. پس او جایگاه خدا داره، ای جایگاه خدا داره. از این بیشتر من نمیتونم صحبت کنم بخاطر که وقتا میگیرم. از این روزی اربعین باید مایی که دست ما در زیره امام حسین نمیرسه کوتاست، از امیر رای دور دور با قلب نزدیک خود سلام بفرستیم یا ابا عبدالله حسین سلام علیکم و رحمت الله. ما کاری بکنیم که اینم اینجا اگر نرفتیم حداقل 10 تا نان برای خانواده یتیم میتونیم در همینجا در دیوار همسایگی خود یک خانواده را آدرس داریم، 10 تا نان مرد شویم بتیم. به نظر ما بیاد از این که ما رفتیم به کربلا سلام فرستادیم به امام حسین خود، به نظر ما هیچ بهترتر خواد بود در این شرایط. و الا اگر نرفتن به کربلا و رفتن به اربعین خصوصا، بله او دیگه کیفیت خاص خود داره از هر لحاظش دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود و سلام داریم خدمت تمامی شما خوبان و عزیزان بیننده تلویزیون راه فردا و برنامه تدبیر. همچنان فرارسیدن اربعین حسینی بر همگان تسلیت باد و خدا کنه که بتانیم ما از ایام اربعین حسینی و از مکتب امام حسین علیه السلام درس هایی را بیاموزیم و در زندگی روزمره خود او درس ها را پیاده بکنیم و همچنان استفاده بهینه و استفاده مطلوب را انشاءالله از این ایام همه ما و شما ببریم. خوش آمدین در یک دیگر از برنامه تدبیر که موضوع این هفته برنامه تدبیر اختصاص یافته است به چگونگی ارتباط کاهش فقر با سفرهای زیارتی. که مهمانان من در این بحث جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حسینی غرجستانی، کارشناس مسائل دینی و مدرس حوزه، و همچنان آقای حمید محمودی استاد دانشگاه در بحث با ما هستند. مهمانان گرامی بسیار زیاد خوش آمدین، وقتتون بخیر. سلامت باشین. ممنون. تشکر. سوالات اگر از شما آغاز بکنیم آقای محمودی که بگوین یک جامعه نسبتا مرفه چگونه است و با جامعه ما چقدر تفاوت دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و مهمان برنامه و همکاران شما در بخش تکنیک و بینندگان محترم شبکه تلویزیونی رای فردا. اولا فرارسیدن اربعین حسینی را برای پیروان حضرت امام حسین تسلیت عرض میکنم. در قدم دوم در ارتباط به سوال شما که یک جامعه مرفه به چه جامعه گفته میشه، داره چه ویژگی ها و خصوصیات است، در رابطه با این سوال باید گفت که جامعه مرفه به جامعه گفته میشه که در اونجا ثبات وجود داشته باشد، در اونجا میزان بلندی از آگاهی وجود داشته باشد، در اونجا امنیت به تمام معنا وجود داشته باشد، امنیت جانی وجود داشته باشد، امنیت غذایی وجود داشته باشد، امنیت روحی و روانی وجود داشته باشد، جامعه ای که افراد اون جامعه بتونن که با خاطر آرام و آسوده به صورت مسالمت‌آمیز در کنار هم بتونن زندگی بکنن و برای آیندهشان برنامه داشته باشن، پلان داشته باشن و یک دورنمای بسیار قوی و روشنی را بتونن که برای آیندگان خود ترسیم بکنن، جامعه ای که در اونجا فرهنگ با ثبات وجود داشته باشد، فرهنگ غنی وجود داشته باشد، به این جامعه میشه گفت جامعه مرفه، جامعه ای که از رفاه بهره‌مند و برخوردار هست. دقیقاً. بله، سپاس از شما، تشکر. آقای غرجستانی، شما اگر در ارتباط به جایگاه سفرهای زیارتی میشه که بربیندا بگید که جایگاه سفرهای زیارتی مثل عتبات عالیات و سفر کربلای معلا در جامعه اسلامی چگونه است؟ بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم و هو خیر الناصر و معین. سلام و تحیه تقدیم میکنم خدمت شما مهمان عزیز ما و خدمت بینندگان گرامی شبکه‌تان و همکارانتان. فرارسیدن ایام اربعین حسینی را گرامی میداریم. خدمتان عرض بکنم که در جوامع اسلامی جزی از مناسکشان و جزی از برنامه هایشان که در طول سال واقع میشود سفرهای زیارتی است که میشود از یک بعد اینا رو گفت صرف یک مناسک دینی است اگر از دور نگاه بکنیم، اما اگر کمی نزدیکتر نگاه بکنیم جزئی برنامه هایی است که در مسیر توسعه معنویت انسانی انجام می شود و انسان قرن ما و انسان عصر ما بیشتر
در جستجوی معنویت است، شاید کمتر به زبان بیاره، ولی نهاد و ناخودآگاهش و همچنان میتوانیم بگیم فطرتش در پی معنویت سرگردان میگرده. به این خاطر است که از فرصتهای اینچنینی همانند در این برنامه حج و خیلی برنامه های عبادی دیگر، عاشورا، نیمه شعبان و بسیار از مناسبتهای دینی وقت فراهم می آید، برای توسعه معنویت انسانیش و توسعه معنویت فردیش استفاده میکنه. بنابراین اگر بیاییم به مباحث سفرهای زیارتی، قبل از این که از بیرون نگاه بکنیم یا ذهن خوانی بکنیم که با چه ذهنیتی میروند، یا مثلا گاهی دیده میشود که برخی نویسندگان که متخصص رشته هم نیستن با دیدگاه اقتصادی نگاه میکنن، در حالی که خودشان نه متخصص مبحث دینی هستند نه متخصص امور اقتصادی، نگاه میکنن صرف به بخش اقتصادی قضیه. بیاییم به جای از یک تحقیق میدانی بکنیم. مثلا در مراسم اربعین سالانه حدود 30 میلیون تا 40 میلیون انسان تجمع و حضور پیدا میکنه که در نوع خود میتوانیم بگیم در سطح جهان یک مراسمی بی‌نظیر هست، به یک نظم خاص، به یک خدمات خاصی برگزار میشه. به جای از این که بیایم ذهن خوانی بکنیم که با چه انگیزه ای میرن، مثلا یا برچسب رو به اینها حمل بکنیم، بیایم بریم حداقل با 100 نفر اینها صحبت بکنیم، تازه متوجه میشیم که نه، هدف اصلی چیز دیگریه. نگاهی کسانی که اونجا میروند، حداقل من خودم یک سال این فرصت برام فراهم شد که ایام اربعین در کربلا باشم. قبل از آن دیدگاه دیگری داشتم، ولی کسی اونجا برود کربلا، نجف، این مسیر رو بپیماید، با زواران همگام شود، با اونها یک جا نفس بکشد، با اونها یک جا به سمت بارگاه ملکوتی امام حسین علیه السلام حرکت بکنه، تازه متوجه میشیم که ذهنیت واقعی چیز دیگریه. بیشتر برداشتی که از میدان واقعی اربعین به انسان متوجه آن میشه اینه که برای توسعه معنویت و فرصت است برای ریاضت و فرصت است برای تقویت ایمان، و میتوانیم بگیم سفر اربعین نوعی معراج مؤمنانه و نوعی حرکت مؤمنان است، و می توانیم بگیم منشه این حرکت هم برمیگردد به منشه ایمانی افراد. برای مثال ما می بینیم هر انسانی تمایل به مسافرت داره و این مورد رو به حساب روانی هم در واقع ضرور است برای انسان مسافرت ها، به حساب دستورات دینی هم دستورات مؤکد داریم برای مسافرت، از جمله حتی آیات قرآن داریم، فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله، بروید دور دنیا رو بگردید، فضیلت هایی که وجود دارد، علمی که در اطراف جهان هست، در همه مردم از اینها استفاده بکنید، تجاربی که جوامع دیگه دارد، جوامع اسلامی و غیر اسلامی، از تجارب اینها بگیرید، بیاموزید، از علومی که دارن مسلمان ها، غیر مسلمان ها، از علومشان استفاده بکنید، از هنرشان، از صنعت و تکنولوژی و تکنیکشان استفاده بکنید. اصل مسافرت ضرورته. ببینیم خیلی ها خب سفرهای مثلا اروپایی دارن، سفرهای کشورهای خلیج دارن، به جاهای دنیا، ولی به این حساب اگر نگاه کنیم جامعه دینی و مردم دین مدار مثلا تمام برنامه ریزیشان این است که همین سفری که حقشان است، در واقع حق فردیشان است، تنظیم بکنه، مثلا ایام حج بره زیارت بیت الله، یا ایام اربعین مثلا بره کربلا. از این نگاه اگر بنگریم به پدیده اربعین و مبحث اربعین، یک حق فردی است، حق مسافرت خود استفاده میکنه، ولی به حساب مبانی دینی و اندیشهای دینی اگر نگاه بکنیم یک سفر مؤمنانه هست در راستای توسعه فرهنگ دینی و همچنان در راستای تقویت معنویت و بخش ایمانی وجودشان. و در قرنی که ما زندگی میکنیم، قرنی است که برخی دانشمندان از جمله آلکسیس کارل، دانشمندی که در مورد انسان چند تو کتاب مینویسه، ایشان میگه که انسان قرن ما از فقدان معنویت رنج میبره، یعنی در ناخودآگاه خود احساس بی‌معنایی میکنه، فکر میکنه زندگی تکراری شده، زندگی پوچ شده، هر آن چیزی که میگذرد چیزایی است که قبلا هم وجود داشته، چیزی نوی در دنیا وجود نداره. به خاطر اینی که تعبیر ایشان این است که انسان ها همه توجهشان به این جهان شده، ماده‌گرا شده یا ماتریالیسم شده، یا بگیم در دنیاگرایی افراط میکنه. اصلی توجه به دنیا بد نیست، ولی افراط بده در هر کار باشه. با توجه به این، انسان ها میخوان با سفر اربعین، با سفر بیت الله و با خیلی برنامه های دینیشان یک توجهی به بخش معنایی وجودشان هم بکنه، و به این بخشی که
در واقع یک بخش اساسی نیاز انسان است، به این بخش هم توجه داشته باشه و برای توسعه ایمانشان، توسعه معرفت دینیشان و توسعه معنویت وجودیشان هم گام هایی برد. دقیقاً. بله، بسیار خوب، تشکر. آقای غرجستانی، اگر کوتاه اشاره کن روی مثلا که فلسفه انفاق و فلسفه کمک به فقرا در آیات روایات چگونه بیان شده است؟ خدمتتون عرض بکنم در این مورد اتفاقاً بیشترین تأکید رو ما در متون دینی داریم. آیت در جزء سوم قرآن کریم میخوانیم: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به مسلمان ها و به همه بشریت میفرماید خداوند متعال که کسی که میخواد انسان خوب باشد، به خوبی برسد یا به خیر برسد، یا به تعبیر دیگر اگر بگیم کسی میخواد لذت های این دنیا را یا لذت درونی را هم درک کند، نمیرسد مگر زمانی که از چیزهایی که دوست داره انفاق بکنه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این انفاق شامل همه بخش ها می شود. از انفاق مال در نظر بگیریم که ابتدایی ترین بخش است، تا انفاق محبت، تا انفاق یک سلام گرم، تا انفاق یک احوال پرسی درست و مؤمنانه و یک احوال پرسی انسانی و اخلاقی، و تا انفاق علم، تا انفاق تجربه، و تا انفاق سرمایه ها، تا میرسیم به انفاق علوم و همه بخش های زندگی انسان رو در بر میگیره. ما هر اون چیزی که داشته داریم و خود ما اون رو دوست داریم به دیگران انفاق بکنیم و شریک بکنیم در این مورد. اما اگر پیوند بزنیم مبحث انفاق رو با مبحث اربعین، برخی دیدگاه ها این گونه راه می شود که پولی که اینجا هزینه میشه مثلا به فقرا داده شود. این دیدگاه را تا جایی که من بررسی کردم و دیدم دیدگاه کارشناسان اقتصادی نیست. یعنی کسانی که در رشته اقتصاد تحصیل کردن میفهمند، با مبانی اقتصاد کوچک و اقتصاد بزرگ آشنایند، همچنان بحث رو نمی کنند. مثلا سفرها تعطیل شد، پولی که در سفرها هزینه می کنیم بیاییم به فقرا هزینه کنیم. یک همچنان طرح بحث را یک کارشناس اقتصادی، یک آدمی که با فنون اقتصادی و فرمول های اقتصادی آشناست نمیگن. بیشتر کسایی میگن که سطحی نگرن، ساده نگرن و از طرفی شاید خوش را نیاید از یک تجمع بزرگی به نام اربعین این مباحث رو مطرح میکنن. بیاییم در جامعه نگاه بکنیم، در دنیای واقعیت ها، در جامعه ما الان در کابل، با اینی که فقر متاسفانه بیداد میکنه، زیاد هست، بیکاری در حدی هست که واقعا به مشکل جدی داره تبدیل میشه. این واقعیت های جامعه هست که با چشم خود میبینیم، ولی در این حال میبینیم که شعله های امید هم میدرخشه. میبینیم نورهای کوچکی هست، اگرچه کوچک، می و زبات های ملایمی هست که در مسیر هرگاهی تلالا و تبلور میکنه. بنیادهای خیریه که فعال هست، دقیقاً همینهایی است که کربلا میرن، همینهایی است که حج میرن، همینها بنیاد خیریه رو میچرخونن، فقرا رو کمک میکنن، حداقل از مردن و از مرگ نجات میدن. مثلا همینهاست. الان یکی از مشکلاتی که در شهر کابل فراگیر شده مشکل کم آبی و خشکابی است. کسانی که میرن مثلا آب رو خریداری میکنن، میارن در یک ساعت توزیع میکنن، دقیقاً همین کسایی است که هم زیارت اربعینشان رو میرن، هم زیارت کربلا رو میرن، هم مکه بیت الله رو زیارت میکنن. یعنی با توجه به دستورات دینی و در سایه دستورات دینی که مرتبط با انفاق است، مرتبط با کمک به فقرا است، برنامه های خیریه رو هم فعال دارن. بنابراین اگر ارتباط بدیم این سفر، میتونیم بگیم یک بخشی از برنامه هایی است که انسان های مؤمن دارن، در کنار برنامه های انفاق به فقرا، کمک به فقرا، دستگیری از نیازمندان دارن. اما به حساب مقدار مصرف اگر نگاه بکنیم، کمترین مصرف رو در سفر اربعین داریم. مثلا کسایی که سفری مثلا دبی میرن، کشورهای اروپایی میرن، تاجیکستان میرن، یا خیلی کشورها میبینیم سرمایه داران کشور ما میرن، هزینه هدر میکند، یکقل 5 لگ افغانی، 4 لگ افغانی مصرف میکنه. سفر اربعین کل مصرفش به 30,000 افغانی میرسه. بنابراین از نقطه نظر اقتصادی هم اگر نگاه بکنیم، سفری است که کمترین هزینه رو با خود داره. و میبینیم مثلا ویزه ها رو دولت عراق که مراسم اربعین رو برگزار میکنه، برگزار کننده است، و کشور ایران که مسیر است برای افغان ها، اینا در ایام اربعین رایگان میکنه. یعنی از این ناحیه ما مصرف نداریم. تمام مصارف برمیگرده، کرای موتری که از اینجا تا اونجا داره کمتر از 30,000 افغانی میشه. بنابراین از نظر اقتصادی مگر نگاه بکنیم، کمترین مصرف را که در یک سفر بیرون مرزی میتونه تجربه کنه، سفر است که در مشهد مقدس، اربعین و همچنان سفر حج. کسانی که حج عمره میرن مصرف چندان نیست اگر مقایسه بکنیم با بقیه مصارف سفرهایی که میشه. بله، تشکر از شما، سلامت باشین. آقای محمودی، به شما برمیگردیم و میشه بگوین که دیدگاه شما در مورد عوامل مؤثر بر مشارکت افراد جامعه در انفاق و میزان نحوه پرداخت آن با تمرکز بر ابعاد مختلف اجتماعی چیست؟ تصور ما است که هر فردی که در جامعه زندگی میکنه
جدا از هر نوع تعلقی که دارد بر مبنای انسانیت خود، بر مبنای انسان بودنش، وظیفه انسانی دارد که به همه نوع بشر تا جایی که میتونن کمک بکنن و چیزی که در توانش است کمک بکنن. تصور ما است که اگر ما زمانی بتانیم این دیدگاه را در جامعه بیشتر بسازیم و همگانی تر بسازیم و همرسانی تر بسازیم، ما میتونیم که به یک جامعه نسبتا مرفه نزدیک شیم، به یک جامعه مرفه برسیم. همه افراد بشر باید بر مبنای انسان بودنش به جامعه کمک بکنه. جامعه اسلامی با توجه یا با تکیه بر ارزش‌های دینی و اسلامی که دارم الزام آورتر هست، الزامی تر هست که بر فقرا، بر نیازمندان و بر بخش های از جامعه که نیاز به کمک و دستگیری داره، اینا وظیفه جدا از وظیفه انسانی، وظیفه دینی و ایمانی هم دارد. ما تصور ما است که سازوکارها و راهکارهایی که میتونه که در جامعه بسیار به راحتی پیاده شود تا بتونه که به یک شکل نیازمندان جامعه دستشان گرفته شود و یک شکل ریشه های از فقر، ریشه های از ناداری و فقر اینا در واقع جامعه کاسته شود، وجود داره. ساختارها و سازکارها میتونه که در جامعه به آسانی و به راحتی پیاده شود. اما نکته بسیار جدی و اساسی است که آیا ما واقعا وظیفه دینی و ایمانی خود را و وظیفه انسانی خود را اونچنانی که باید انجام بدیم انجام میدهیم یا نمیدهیم؟ من تصور می کنم که در بسیاری موارد ما در عرصه عمل از شعار تا عمل بسیار فاصله داریم. در عرصه عمل ما با چالش ها و مشکلات بسیار جدی و فراوانی مواجه هستیم. مثلا ما دستورات دینی و اسلامی ما دستگیری از نیازمندان هست، اما وقتی که ما در عرصه عمل میبینیم متاسفانه ما با چالش و مشکل مواجه هستیم. شاید سازوکارهای بسیار بشری هم بتونه که ما را در قسمت کمک بکنه، ولی باز هم ما وظیفه انسانی خود را شاید بیشتر انجام ندهیم و بیشتر ما تحت کنترل احساسات، تحت کنترل عوامل قرار میگیریم که بر ما حیثیتی میشه و ما را در جامعه ممکن است که برجسته بسازه، بول بسازه، یا اینکه ما را در جامعه اما پرستیجی که داریم در واقع اینا را زیر سوال قرار بده. بنابراین سوال نکته اصلی و اساسی هست که آیا ما چقدر به اون ارزش‌های اسلامی و انسانی خود پایبند هستیم یا نیستیم، که ما فکر میکنیم در عرصه عمل در قسمت یک سلسله مشکلات و چالش های وجود داره. وگرنه اگر هر کسی بتانه که وظیفه خود را به درستی و به شکل احسنش انجام بده، ما میتونیم که فقر و ناداری را جامعه خود در واقع اگر نتانیم که به صفر برسانیم به حد اقل برسانیم. دقیقا، بله، شکر. آج آقای غیرشستانی، در شرایط فعلی چقدر نیاز است که با فقرا و نیازمندان انفاق صورت بگیره و این انفاق چگونه باید صورت بگیره؟ خدمتتون عرض بکنم مشکلات جامعه به گونه است که به شدت به هم پیوسته هست. بله. یعنی اگر بخوایم یک مشکل را به تنهایی از بقیه مشکلات جدا بکنیم و راه حلش رو بسنجیم، شاید عملی و ممکن نباشه. به خاطر شما در نظر بگیرید اساسی ترین مشکلاتی که ما داریم فقر واقعا یک مشکل است، بی‌سوادی، محرومیت از علم و دانش مشکل اساسی است، مشکلات فرهنگی و اجتماعی که داریم، تفاوت فرهنگی که در بین شهرها و دیهات میبینیم، اگر یک مقایسه بکنیم بین فرهنگ دی و فرهنگ شهر تفاوت میبینیم بسیار زیاد است. اینا جز مشکلات است و همچنان کمبود زیربنا میبینیم در کشور ما، از این ناحیه با مشکل مواجه هستیم. کمبود نخبگان علمی و نیروهای علمی، نداشتن نهادهای اساسی که زیربنای توسعه یک جامعه حساب میشه ما نداریم. مشکلات را در قرنی که ما زندگی میکنیم و در عصری که ما زندگی میکنیم، مشکلات بزرگ حلش استوان نهادهاست. یعنی افراد، من حیث افراد میتوانند گام های کوچکی بردارند، مثلا برای فقر زدایی از جامعه. شاید یک انسان ثروتمندی مثلا بره یک قریه را، یک تعداد خانواده ها را کمک بکنه، مثلا یک ماه، نهایتش یک سال، پنج سال هزینه زندگیشان تهیه بکنه، ولی اینها راه حل بنیادی نیست. راه حل بنیادی فقط از توان نهادهای بزرگ است، نهادهای کلان، نهادهایی که دولتی یا شبه دولتی یا حتی نهادهایی که بین المللی و بین دولتی حساب میشه، اینها میتونن برنامه ریزی بکنن. در کشورهایی که فقر زدایی شده، مثلا همسایه بسیار نزدیک ما جمهوری چین، مثلا کشوری که تا 60 سال 70 سال پیش جز کشورهای فقیر بود، الان میبینیم داره
به اقتصاد برتر دنیا تبدیل میشد، دولت برنامه ریزی کرده برای فقر زدایی. ژاپن و خیلی کشورهای دیگر را میبینیم که پس از جنگ جهانی به فقیرترین و فلاکتبارترین کشور دنیا تبدیل شده بود. آلمان، کشورهای اروپایی، ژاپن و بسیار از کشورهای دیگر را میبینیم اینها با برنامه ریزی دولتی و با کار نهادی و سازمانی تانستن حل بکنن. بنابراین اگر بخواییم مشکلات بنیادی رو حل بکنیم، یه استوان نهاد هاست، نهادهای بزرگ، نهادهای همسو با جامعه، نهادهایی که برداشتی واقع بینانه از مشکلات جامعه داشته باشن بر اساس کارشناسی دقیق و اونم برنامه دراز مدت. مثلا فقر زدایی جمهوری چین حدود 100 سال زمان میبره. اگر ما بخواییم در افغانستان کشور خود رو مثلا این مشکلات متعددی که داره 5 ساله 10 ساله حل کنیم نمیشه، ولی میشه در این 5 سال 10 سال 2 تا 3 تا گام اول رو برداشت. از این ناحیه قسمی که جناب استاد اشاره کردن، به تایید حرف ایشان، افراد هم بی مسئولیت نیست در این قسمت، می توانند در محدوده ای که وجود دارن نقش داشته باشند، حداقل نزدیکان خود را در حد توان خود، مثلا حداقل کاری که می توانیم هزینه تحصیلی دو سه تا فرزندی مثلا فقیری که میشناسیم تهیه بکنیم. اگر خودمون مکتب خصوصی داریم، فقیرترین افراد جامعه رو استعدادها رو شناسایی بکنیم. اگر بتونیم زمینه بورسیه و تحصیل رو فراهم بکنیم، حداقل در قسمت تحصیل می توانیم همکاری بکنیم که در گام اول باید جهل زدایی شود در جامعه، بعد نوبت میرسه به فقر زدایی. همین گونه کمک هایی که برداشتی که ما داریم و برخی تحلیلگران ما گاهی را میکنن، مثلا میگن هزینه اربعین به فقرا داده شود، اینها حالا در حد خود کار خوبیه، مثلا به فقرا کمک شود و باید هم شود، خصوصا در شرایط اضطراری که ما داریم و کشور ما داره، ولی اینها کار بنیادی نیست. کار بنیادی این است که زمینه کار و فعالیت برای فقیر فراهم شود. خب اگر بخوایم مثلا ما هزینه زندگیش رو یک ماه، دو ماه، یک سال، ده سال هم اگر تامین بکنیم، سال 11 هم از کجا بکنه؟ اگر بتونیم یک به فقرای جامعه یک حرفه و فن مثلا یاد بدیم که خودش بر اساس حرفه خود بتونه درآمد زندگی تهیه بکنه، یا بتونیم مثلا سوادشان رو بالا ببریم به مرحله از سواد آگاهی برسه، خودش نیازهای زندگیش رو رفع بکنه، یا بتونیم سیستم ها و نهادها، کارخانه ها، شرکت ها زمینه کار فراهم شود و هر کسی مثلا فقیر است به یک جای در یک پروژه کاری جذب شود، با ایشه و میشه فقر زدایی کردن، کاری بنیادی و ماندگار هست و در این بخش متاسفانه کار چندانی نشده. افراد هم طبیعی است که در کشور ما آنچنان که باید هیچ کدام ما مسئولیت اصلی خود را ادا نکردیم این حیث افراد. اگر واقعا افراد مسئول می بودیم، کشور ما در این وضعیت نمی بود. هر یک ما به تعبیر رسول مکرم اسلام، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه ما واقعا افراد مسئول نبودیم، حداقل مسئولیت خود رو به قسم کامل و تام ادا نکردیم و الا در این وضعیت نمی بودیم. حالا در قسمت جهل زدایی، در قسمت فقر زدایی، در قسمت توسعه انسانی و در قسمت نهاد سازی افراد مسئولیت دارن، می توانن در این قسمت گام های بردارن و می توانیم کشور خود رو حداقل در یک مسیر قرار بدیم که بگیم در یک مسیر درستیه که 20 سال بعد 30 سال بعد مثلا منتهی میشه به کشور توسعه یافته، یا بگیم کشوری مثلا نیمه صنعتی که از حالت فقر و از حالت از شیوه قدیمی و سنتی در زراعت، در صنعت، در کشت و کار، در فعالیت انسانی، حداقل بتونیم بگیم که از شیوه بسیار سنتی و قدیمی بیرون شده، کاروبارش، فعالیت های انسانیش، شرکت ها، تولیدات، صنعت، تجارت، زراعت، حداقل در یک مسیر قرار گرفته که منتهی میشه به مسیر درست. دقیقاً در سلامت باشین، تشکر. آقای محمودی، صحبت های آقای غرجستانی رو همچنان شنیدیم، تحلیلی داشتن روی موضوع و حالا میخوایم این موضوع از شما بپرسم که بعضی ها معتقد هستن که از این هایی که مصرف میشن به سفرهای زیارتی مانند عتبات عالیات و سفر زیارتی کربلای معلا، خیلی ها معتقد هستن که ایره بیایم اگر سرمایه گذاری بکنیم ما در افغانستان، مثلا سالانه میلیون ها نفر میرن به سفرهای زیارتی و پول های انگفت مصرف میشن، ایره اگر ما بیایم سرمایه گذاری های کوچک متوسط رو اندازی بکنیم که هم زمینه اشتغال زایی فراهم شود و هم از طرف دیگر فقر کاهش پیدا بکنه، خیلی ها به این باور عقیده مند هستن. نظر شما چی هست؟ تصور ما است که با توجه به احترامی که به و تاییدی که به صحبت های آقای غرجستانی داریم، ما از دو چیز هیچ وقت نمیتونیم که عبور بکنیم. یکی ارزش ها و شعایری که ما با او زندگی کردیم و جا افتاده هست و روح و روان جامعه ما با او عجین شده و به عنوان ارزش های بسیار نهادی نشده وجود داره، ما هیچ وقت نمیتونیم که از اینا عبور بکنیم و نباید هم عبور بکنیم. وقتی که از طرف دیگر وظیفه دیگه‌ای که ما داریم است که همون قسمی که شما هم گفتین و آقای غرجستانی هم گفتن،
زمینه سازی برای یا فراهم سازی بستر برای فقر جدایی و ایجاد اشتغال هست. ما در دو بخش وظیفه داریم. در بخش ایجاد اشتغال نو هم هم قسم شما هم گفتین این هزینه هایی که برای اربعین مصرف میشه یا مثلا برای سفرهای اینچنینی مصرف میشه، اینا رو ما اگر یک جا جمع‌آوری بکنیم و زمینه کار را، زمینه اشتغال را فراهم بسازیم، ممکن است که بخشی از مشکلات بسیار حاد و جدی جامعه برطرف شود. بخاطر از اینکه با توجه به اینکه ما اکنون افغانستان اکنون بسیار سختی هست، اکنون افغانستان اکنون جامعه گرفتار در پنجه فقر است. ما مثلا زمستان پیش روی داریم که ممکن است تعداد زیادی از مردم افغانستان یک رقم بسیار بلند بالای نان برای خوردن خود نداشته باشد. وقتی که ما همچون جامعه داشته باشیم، همچون همسایه داشته باشیم، همچون خویش قومی داشته باشیم، ولی ما این طرف مثلا راهپیمایی بکنیم به طرف عراق بریم یا به طرف ایران بریم، یک خزینه را در اون طرف انجام بدیم، ممکن است که یک سنخیت بسیار خوب نداشته باشه. ما وقتی که همسایه فقیر داشته باشیم، مثلا خیش قومی فقیر داشته باشیم، وقتی که ما بریم این هزینه خود را در یک جای دیگه بکنیم، من نمیگم که مثلا کسی اربعین مثلا به طرف کربلای معلا نروند، بله ما او را هم باید حفظ بکنیم، ولی در کنار آن وظیفه فوری تر و آنی تر ما نجات جان یک انسان هست. در مرحله اول ما مسئولیم که جان یک انسان را نجات بدیم. من تصور می‌کنم که خداوند در قلب مؤمنان است، خداوند در قلب یک فقیری هست، در قلب یک یتیمی هست که اونان برای خوردن نداره. اگر ما دست او را گرفتیم، در واقع ما هم کربلایی هستیم، هم حاجی هستیم، هم زوار هستیم و هم حسینی هستیم. کار حسین بیشتر از خود دستگیری از یتیم هست، دستگیری از فقیر هست، از بینوا هست. اگر ما اینا را در واقع در جامعه خود حل کردیم، ما هم حسینی هستیم، ما هم کربلایی هستیم و هم ما حاجی هستیم. خداوند در قلب مؤمنان هست. خب اگر ما با یک میکانیزمی، با یک شیوهی، با یک سازوکاری بتانیم که این هزینه ها را، هزینه های هنگفته که میشه، ما اینا را اگر بتانیم یک زمینهی برای اشتغال فراهم بکنیم، افراد را صاحب حرفه بسازیم، صاحب کار بسازیم، این کار درست است. اما قسمی جناب آقای غرجستانی گفتن که اگر اینا به صورتی بسیار مشخص به یک آدم داده شود که مثلا 10 سال کمک شود، سال 11 هم اونا غذا ندارن. من با شیوه موافق نیستم. قسمی که جناب آقای غرجستانی گفتن ما باید در جامعه خود زمینی کار را فراهم بسازیم. بیشتر از اینکه به یک کسی ماهی داده شد، ماهی گرفتن باید آموخته شود. ما جامعه ما نیاز به باسواد شدن داره. ما واقعا جامعه بیسواد هستیم. جامعه ای که ما یک جامعه بیسواد، یک جامعه بیچاره هست. یک جامعه بیچاره هیچ تولیدی نداره، هیچ چیزی نمیتونه که بیافرینه. بنابراین ما اگر زمینه کار، زمینه اشتغال و زمینه حرفه را فراهم ساختیم، در واقع هم وظیفه انسانی خود را انجام دادیم و هم وظیفه دینی خود را انجام دادیم. دقیقاً بله. تشکر. صحبت‌ها کم خلاصه‌تر اگر شود، چون فرصت کم است. حاج آقای غرجستانی، با در نظر داشت نظریات عالمان دین و اشارات متون دینی، سفرهای زیارتی همواره برای افراد جامعه اسلامی توصیه شده. در مورد چگونگی این اشارات و سفارشات اگر توضیح بدید. بله. خدمت شما و بینندگان عزیز عرض می‌کنم، برنامه‌های دینی مثل حلقات یک زنجیر یا بگم مثل بخش‌های متعدد یک پازل است، کنار هم چیده میشه. همان گونه که نماز داریم، روزه داریم، حج داریم، نمیشه یک رو برداریم دیگر، رو حج جزی برنامه‌های دینی تکلیف مسلمان هست. و همچنان انفاق بسیار تاکید شده باید انجام شوه. نمیشود مثلا انفاق رو به جای زیارت اربعین بگذاریم، زیارت اربعین رو به جای انفاق. هر کدام در حد خود و در جایگاه خود باید انجام شود. از طرف هزینه ای که مثلا زواران افغانی میکنن، اینها رو به حساب فردی اگر نگاه بکنیم، من قبلا اشاره کردم، تحقیق میدانی شوه، با اینا یک مصاحبه بکنیم، متوجه میشیم که منشأ این پول کجاست، با چه شیوه هر هزینه میکنه. مثلا 3 سال برنامه‌ریزی میکنه، سال 5000 افغانی جمع میکنه، سال 10000 30000 افغانی میشه میره کربلا. یعنی اون پول رو نمیشه اختیارش رو به ما بده که مثلا ما در یک جای خاص سرمایه گذاری کنیم، یک جای بسازیم. به خاطر خودش 3 سال 5 سال برنامه‌ریزی کرده برای سفر کربلاش، و همه امید و آرزویش به عنوان یک انسان مؤمن اینه که در طول زندگیش یک مسافرت بیرون مرزی داشته باشه و مثلا زیارت کربلا باشه. و این رو به حساب فردی هم اگر بگیم، به حساب نیازهای انسانی هم اگر بگیم، نیازش است. و از طرفی مباحث فقر زدایی در سطح کلان، جهل زدایی،
آوردن توسعه و عصری سازی سیستم های زراعتی، تولید، کشت، زراعت، تجارت، همه کار نهادی است. دولت ها این کار رو میتونه، ما با عنوان افراد نقش بسیار کمی میتونیم در این موارد داشته باشیم. و در خصوص این پولی که مصرف میشه، باز هم یک نگاه بکنیم، اگر نگاه اقتصادی بکنیم، این پول وقتی در جیب افراد هست، این پول راکت و جامده، باید به حرکت آورده شود. اگر از این منظر نگاه کنیم، برنامه 40 نوع میتونه این پول رو در حرکت بیاره، در گردش بیاره و این چرخه اقتصادی رو بچرخونه. مثلا من 3000 افغانی دارم، میرم 3000 افغانی رو از 3000 رو از دکان مثلا مواد و سوغات میخرم تا ببرم ایران و عراق، پول به چرخش اومد. 2000 افغانی رو مثلا موتور کرایه میکنم میرم تا هرات، مقدار رو برای پاسپورت میدم، مثلا بودجه دولت تامین میشه، مقدار رو در گمرک میدم. و از طرفی پول من رو که مثلا دکاندار گرفت و به جای دیگه به گردش میاره، پول من رو که شرکت ترانسپورتی گرفت به جای دیگری، بعد این برنامه ها که میشه، اگر از این نظر نگاه بکنیم، به نوع چرخه اقتصادی رو به گردش میاره. و اگر مستقیم مثلا این پول به فقرا داده شه، من پیشتر توضیح دادم که او راه حل بنیادی نیست، به قسم موقتی میتونه مؤثر باشه، مفید هم باشه، ولی راه حل بنیادی این است که کشورهای توسعه یافته همیشه تلاششان این است که پول ها رو راکت نگه نداره. نه تو برخ کشورها مثلا کسی که پول خود در بانک نمیگذاره، در خانه نگهداری میکنه، یک مبلغی داره. برای مثال هندستان، از یک مبلغ خاصی اگر بیشتر کسی پول در خانه بگذاره، جریمه میشه. پول باید جامد نباشه، باید در گردش باشه. درست. از این منظر اگر نگاه بکنیم، برنامه های 40 نوع میتونه محرک اقتصاد باشه. مثلا 5000 10000 نفر وقتی میره شرکت ترانسپورتی که نزدیک ورشکسته شو و فعال میشه، میره مثلا چند تا بازار، چند تا دکان و مغازه‌ای که مثلا مواد خاصی میفروشن، اینا مواد خوراکی یا مواد زیارتی یا تزئینی یا تحفه و هدیه، اینا نزدیک ورشکسته شو، اینا فعال میشه. مثلا بخش گمرک، پاسپورت، ویزا، روادید، اینها فعال میشه. بعد از کشور دیگه مثلا چیزای خریداری میکنه، به عنوان سوغات میاره، هم تبادله فرهنگی میشه و هم به نوعی تبادله مال و اموال میشه و هم پول به گردش میه. بنابراین اگر چین به اقتصاد ملی اگر نگاه بکنیم، پولی که زوارای 40 هزینه میکنه شاید 0.001% هم نشه. مثلا 5000 نفر از افغانستان میره، هر کدام 30000 افغانی شاید هزینه بکنه. این با کل اقتصاد ملی در نظر بگیریم چیزی نیست، ولی در حد خود میتونیم بگیم که از این ناحیه که برای تعداد کار ایجاد میشه، زمینه ایجاد میشه، میتونه به نوعی محرک اقتصاد هم باشه. و دقیقاً همین ها وقتی برمیگردن، مثلا کسانی که از زیارت حج میان، زیارت کربلا میان، مثلا مجالسی برگزار میکنه، به فقرا میرسه. مثلا تحفه و هدیه اگر میارن، بیشتر به فقراست. و همین ها مثلا بنیادهای خیریه که الان مواردی رو ما میشناسیم فعال هستن، این هاستن، هم زیارت حجشان رو میکنن، هم میرن کربلایشان، و هم وقتی برمیگردن ده ها بلکه صدها خانواده فقیر رو همین های تحت پوشش میگیره. برنامه عروسی دست جمعی که سالانه داریم برگزار میکنیم، همین کسانی است که هم زیارت حج رفتن، هم کربلا رفتن. و ما کسانی که مثلا بنا به هر دلیلی تمایل ندارن کربلا برن مثلا، یا کسانی که یک بار رفتن نمیخوان بار بار برن، خب اون 3000 افغانی که کربلایی رفته، کربلا هزینه کرده، من کربلا نرفتم، خب اگر واقعا 3000 افغانی دارم و اگر ایده من اینه که کربلایی باید به جای 40 اینجا هزینه میکرد، خب من 3000 افغانی خود برم به فقرا بدم، اگر این شیوه رو مطلوب میبینم، اگر این شیوه رو مؤثر میدونم. در حالی که جمع آوری از اینا یک جای امکان نداره، یعنی حق فردی افراد است، به ما نمیده و دولت هم نمیتونه جمع آوری بکنه، با عنوان افراد کار خود رو میکنه. و ما اگر بتونیم، اگر انگیزه بزرگ داریم، راهکارهای بزرگ اقتصادی تدوین بکنیم، برای نهادسازی اقدام بکنیم. این تنها کار دولت هم نیست. نهادهای خیریه که در خیلی کشورها وجود داره، افراد ساختن، نهادها تبدیل شده به یک نهاد بسیار بزرگ. شرکت ها خود ما ایجاد بکنیم، شرکت هایی که بتونه در قسمت سواد، تعلیم، در قسمت حرفه، فن، صنعت، نوآوری کار بکنه و هم بتونه مقدمات شوه برای فعالیت های بزرگی که در قسمت فقر زدایی و جهل زدایی میشه، اینا به عنوان مقدمه میتونیم ما گام برداریم. تشکر، سلامت باشین. در اخیر کوتاه آقای محمودی، روی راهکارها اگر بپردازیم، که راهکارهای اساسی برای کسب نتیجه مطلوب در راستای حفظ شاعر و فرهنگ اسلامی و همچنان کاهش فقر در جامعه چیست؟ ما فکر میکنم که افراد جامعه هیچ وقت جدا از نهاد نیست. ما اگر خود را جدا از نهاد میدانیم، جدا از بخش کلان جامعه میدانیم، در واقع ما از اون جامعه خود را بریدیم. ما در جامعه وظیفه داریم، مسئولیت داریم، سهم داریم. ما فکر میکنیم که هر کس در جامعه مسئولیت خود را انجام بده. ما باید منتظر نباشیم که مثلا نهاد دولت بیایه و مثلا دست همه افراد، درست است و دولت وظیفه مستقیم و اولیه داره، ولی افراد جامعه هم به عنوان
افراد جامعه اینان وظیفه داره و مسئولیت داره. از طرف دیگر بخشی از این پول‌ها درست است که در افغانستان به گردش میفته، به چرخش میفته، ولی بخش زیاد از این پول‌ها وارد کشورهای دیگر هم میشه، مثل ایران، مثل عراق. اینا بخش از سرمایه را ما وقتی که به چرخش میاندازیم، بخش از اونها را ما در واقع وارد میکنیم به کشورهای مثل ایران و عراق. اما در رابطه با این که در افغانستان چگونه میشه که اینا را به یک سرمایه جمعی تبدیل کرد، به یک سرمایه کلانتر تبدیل کرد تا این که فقر جدایی صورت بگیره، اما قسمی که جناب استاد گفتن که اونا اختیار پول خود را دارن و نمیخواین که مثلا اینا را به دست کسی دیگر بدن که اینا مثلا برن سرمایه گذاری بکنن، اینجا دقیقا مشکل جامعه ما همین است. مشکل جامعه ما همین است که ما برای ریشه‌کن کردن فقر ما مثلا سهم نمیگیریم، ما مثلا برای توسعه جامعه خود سهم نمیگیریم. ما خود را تافته جدا بافته وقتی که از جامعه خود میدانیم، ما وقت خود را برید از جامعه خود بدانیم، در واقع دست یک فقیر را نمیگیریم. مثلا ما سفر کربلا را وقتی که نسبت به گرفتن دست یک یتیم ما مثلا ترجیح میدیم، مشکل جامعه ما همین است که ما مثلا دست اینا نمیگیریم ولی پول خود را میبریم مثلا در عراق مصرف میکنیم که بخش از مثلا مناسک دینی و مذهبی ما است. ما هیچ وقت نمیگیم که ما مثلا شعائر دینی و مذهبی خود را ما انجام ندیم، ولی اگر ما دست یک یتیم را در پهلوی خانه خود گرفتیم، ما فکر میکنیم این هم جزء از دستور دینی ما است. اما قسمی که پیشتر هم خدمت شما عرض کردم که بر این میتونه که یک بخش بسیار کوچک از برنامه توسعه باشد. توسعه یک برنامه بسیار وسیع هست. توسعه باید در ابعاد فرهنگی صورت بگیرد، توسعه باید در ابعاد اقتصادی صورت بگیرد، توسعه باید در ابعاد سیاسی صورت بگیرد. ما یک نهاد توسعه یافته داشته باشیم، ما یک فرهنگ توسعه یافته داشته باشیم، ما یک سیستم مالی توسعه یافته داشته باشیم. وقتی که ما پول خود رو میاریم در عراق، در ایران مصرف میکنیم، ما در واقع یک سیستم اقتصادی توسعه یافته نداریم در واقع. درست است؟ وقتی که ما پول خود رو میاریم مثلا در عربستان مصرف میکنیم یا در دبی مصرف میکنیم، ما در واقع یک سیستم، یک ساختار اقتصادی توسعه یافته برای کشور خود و یک دلسوزی نسبت به کشور خود در واقع نداریم. ما فکر میکنم برای فقر زدایی یا محو فقر و ایجاد توسعه که بخشی از شعائر دینی ممکن است که بتونه در قسمت کمک بکنه، است که ما ایجاد حرفه بکنیم در جامعه خود، مثلا سطح سواد را بالا ببریم، سطح آموزش را، سطح حرفه اینا را که زمینه کار و اشتغال برای افراد در جامعه فراهم شود. کمترین کاری هست که میشه که در جامعه ما کرد، وگرنه جامعه ما یک جامعه پر از مسئله هست، پر از چالش هست، پر از فقر هست، پر از ناداری هست. ما مثلا در سطح علم ما هیچ گونه تولید علمی نداریم، ما تولید محتوای علمی نداریم، ما یک جامعه کاملا ایدئولوژیکی که تمام تلاش ما تهجر است، تمام تلاش ما مثلا مبارزه با توسعه هست. تمام برنامه‌ای که امروز در افغانستان در واقع پیاده میشه مبارزه با توسعه است. رفتارهایی که در واقع ما را از کاروان توسعه هم عقب میندازه، اینا در واقع ما فکر میکنیم که ما با یک تغییر در دیدگاه و یک تغییر در نگرش خود شاید بتونیم که هر از گاهی تشکر در مسیر توسعه قدم بزنیم. سلامت باشین محمودی صاحب. آقای قرجستانی خیلی کوتاه لطفاً اگر اشاره بکنید روی موضوع سوالی که من پرسیدم و آقای محمودی هم دیدگاهش را ابراز کرد. راهکارها برای راهکار خدمتتون عرض بکنم که فرمایش شما بسیار کاملا دقیق است. در این مورد برای ایجاد فقر زدایی اول باید علم همگانی شود، علم و مهارت و فن تخصص همگانی شود و بعد کسانی که تخصص و فن دارن قدرشان دانسته شود. کسانی که در هر بخشی، یعنی ما در همه بخش ها به متخصص نیاز داریم، هم از خانم ها و آقایان، در همه بخش ها متخصص ها قدرشان دانسته شود، احترام شود و با توسعه علم جامعه خود را، فرزندان خود را، حداقل نسل های بعدی خود را به کار نهادی و سازمانی عادت بدیم. در اینجا هر کسی اگر انگیزه خیر هم داریم تلاش میکنیم فردی پیش بریم، در حالی که یک نفر یک نفره. ما فرزندان خود را عادت بدیم، نسل های بعدی خود را حداقل که سازمانی کار بکنن، شبیه سازمانی، اگر نهاد خیریه است، اگر نهاد علمی است، اگر دولت هست، به اصول سازمانی پایبند شویم و با نهاد سازی و توسعه نهادها و بعد در قسمت زیربنا حساس باشیم، مراکز فرهنگی خود را و از همه مهمتر کسانی که در شهر هستیم با اصول زندگی شهر، با آدابی که در یک شهر هست
و همچنان حداقل کاری که به عنوان گام‌های ابتدایی میتونیم به توسعه فردی خود فکر بکنیم، سطح علم، مهارت‌های خود را بالا ببریم، فرزندان خود را مهارت‌هایشان را آشنایی با زبان، آشنایی با زبان‌های متعدد، لسان انگلیسی، کامپیوتر، زبان عربی، آشنایی با مهارت‌ها و تخصص‌ها از توسعه فردی آغاز بکنیم تا برسیم به توسعه نهادی، تا تبدیل شود به یک ذهنیت وسیع در کشور ما بیاید که همه به توسعه ملی فکر بکنند. و او زمانی میشه که ما به کار نهادی عادت کرده باشیم، اصول نهاد اگر تطبیق میشه بر ما سنگینی نکنه، بر ما قابل قبول باشد. با کار نهادی میشود حداقل زیربنای یک زندگی مسئول و مرفه را برای کشور خود و برای آینده خود فراهم آورد. بله، سپاس از شما آقای غرجستانی، تشکر. همچنان تشکر از شما آقای محمودی عزیز، سلامت باشین، تشکر. و تشکری میکنیم همچنان از شما بیننده های خوب تلویزیون رای فردا، برنامه تدبیر. تشکر از این که تا پایان این برنامه همچنان با ما همراه بودین، که بحث ما در ارتباط با چگونگی ارتباط کاهش فقر با سفرهای زیارتی بود که مهمانان ما در برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حسینی غرجستانی، کارشناس مسائل دینی و مدرس حوزه، و همچنان آقای حمید محمودی استاد دانشگاه پیرامونی بحث با ما بودند. تا برنامه دیگر تدبیر، خداوند یار و نگهدارتان.